سلام بیننده های عزیز تلویزیون جهانی یک، شامتان بخیر. امیدوار هستم صحتمند سرحال تندرست باشید، لباس عافیت بر تن داشته باشید. بازم برنامه شام یک ویژه برنامه خودتان هست. من فردین فدایی در خدمت شما خوبان قرار دارم. امیدوار هستم برنامه تان را تا آخرین لحظه بیننده باشید. امروز هم یکی از تاجرای ملی، یکی از کسایی که واقعا در بخش صنعت و تجارت خیلی فعالیت های مثمری را انجام دادن، جناب آیس عبدالجبار صافی، رئیس اتحادیه صنعتکاران که پارکای صنعتی مکمل مربوط ایشان میشن. صافی صاحب خوش آمده. مننه که رئیس اقتصاد و یک تلویزیون ټول پارکاون که تا محترم رو دیگه کنیم که سلامون رو وانده کن او هیل لرم چی پخل وطن که آباد افغانستان ولرم سول حولم او دنالی پسیکل که اقتصادی برخه که امون یو خب کشتر خلوم که بسیار خیرات زوانان در فرار او سرمایه در فرار نوزو سلامت باشین جناب آیسه، بازم خسته نباشید. آیسه، مطابق روال برنامه که ما مهمانای بزرگوار از بخشای مختلف می داشته باشیم، مطابق همون پیش میریم دیگه. جناب صافی صاحب، در کدام ولایت زیبای افغانستان متولد شدید؟ تعلیمات را از کجا شروع کردید؟ تحصیلات بفرمایید. زما پیدایش د ننګرهار ولایت چپرهار ولسوالۍ د کندي باغ په کلي کې زیږېدلی یم. په دیارلس سوه یو پنځوسم کال کې زما زیږېدلی یم. مکتب په چپرهار ولسوالۍ کې تقریبا درې کاله د چپل ولسوالۍ جنګل انقلاب په افغانستان کښې راغی. دمې جلال آباد ننګرهار ولایت کښې راغی چې په نومر اول په عبدالوکي لیسه کومه د هغې نه وروسته تورم راغی. پاکستان پاکستان افغانستان 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 سلامت باشین جناب صافی صاحب. ازدواج هم کردین دیگه حتما؟ الحمدلله دو ازدواج. دو ازدواج کردین. سمره؟ سمره الحمدلله چهار اولاد ما از خانم کلان ماست که دختر محمد ماست و شش اولاد ما از خانم دوری ماست تقریبا او را دختر کاکای خود میگه. عدالت تامین میشه؟ بله. عدالت تامین میشه؟ بالکل الحمدلله. ما از خدا خوش هستیم. یکی از هیچ وقتی از خانم نجنجال نکنه و اکثر خانم های ما میگه که برای تو مادر دعا کنه. اما دعا هستن که الحمدلله زندگی خوش داره، مشکل نداره. خدا را شکر. جناب صافی صاحب، تجارت را از قبلگاه صاحب برایتان مانده یا اینکه خودتان شروع کردین؟ قسمی که گفتین از 10,000 افغانی شروع کردید، اما بعض تاجرای ما از پدرایشان، از پدرای بزرگشان برایشان مانده، بازم تو کارهای خود را شروع کردن. زما پلان آقای یعنی زمی سبه که اگه دوت خان وقتی افسر او زما پر هم به کابل که افسر من آقای وقتی به نظامی کورنی غریم و کلا چه انقلاب را غیر پا دیار لسه وقتا پنجسون کار که چه کلا کنوار که نوی جنگونه سلو شد زما پلان را کسید شد. آقای وقتی روسان هم افغانستان کنه را غیر ولی دوت خان کودتا و خلقیانو کودتا شو و لاغه نوسته بکنیر که جنگی نیستو لاغه نوسته من خلا ولسوالی که اوسته دیگه در یعنی را هر طرح و ولسته به بنا در حضرت سرا چه من خلا پر جلال آباد که لگ لگ کاروبار کنم لگ سلی دیگه بولی که پچه کاروبار را لگه ده در کلا پاکستان کلا در پاکستان چه بر طرح منو افغانستان تا بیر پاکستان نمونگا در بوتان و چپه کرا ولی جلال آباد کسی منگا بوتان او دا غیر هسته هسته به کلا چه مادا چپلای کرا ولی در فابرکی ملی داری ما بدا فکر کن چه خدا این در پنجابیان یا در پاکستان مال خصوم هستی منگا مخبا افغانستان که فابرکی لگا نو بیا لگ گوز خوا چه در غیر وقتی تقریبا در دولا که افغانی نمونگا ولی که کچه فابرکی دولا کرا چه اغا وقتم تیر امارات او کدی در مدانوی سرک بانی کابل که در فابریکه جوړه کړه او په هماغه کښې محنت الحمدلله اوس
جواب خلل و تجارت خلل و چین فهم یک خلل و دریو ناشت و و مشر و دیارو من خوشند و او صوب با تجارتی و بر حکی مصرفی و زید سناتی بر حکی مصرفی او دارت و اپرامتش و دولتا چه وصل هم دارت تقریبا سل یا نیم سل کسان جمال فابرکو کنید دل هم فالد دمی فابرکی بود تو چیزا دیگه بخش هم کار میکنین دیگه اتما بله تجارتی بخش بود کدام راستا؟ ما به خاندی اما شیدی در از چاپ کاری و با افغانستان دیخل و اکثر خلق نشت لیل اساسه نداری ما و به خام ورد اخل و نور پداخل در چین که چکم در خود از ما رو خشب و پاغذه کده پاغذه کده در چیز چون را خلق و تجارتی اموال پکاری اگر سر تماس نیست اگر ورد اخلی و نوگره رو در تیر خلصیم مواد خام جناب آقای صافی از پاکستان شما وارد میکنین یا از ایران؟ و کدامش کیفیتش خوب است؟ برای شما خوب معلوم است؟ دو برخی دیم. مکتی تو مونگا طول اکثر در تایلین، تایوان او در چین نمخستم. بله. او این در سنگاپور هم مونگا خستم، ترکیه نمخستم. بیش در کرونا وقت کل راقه، از مونگا ها پاکستان و ایران تر راقه. بله. از اکا پاکستان چو داگه که مطوله چو کرده. بیا هم بغد تجارتی مسائل دیتو خم مسائل چل وقتی لارکان بایی خلاصه بی ما خوز مونگا ایران بسیل وست خلا هر مونگا زیاده اموال چی دیاغ ایران نداو او چین نداو کیفیت کدامش خوب باش؟ کیفیت ایران خوزی ایران خوزی مونگا پا هر ارسا که دویست اکرالی که لرو بلده چه هم دبان هستو او دیست مشکل نپیدا که دیگه 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 مثال پاکستان نگیر نزیر مصرقان بخ حدیده چه لاور کیا خلو کراچی کیا خلو نو لاس پندل اس روزی اغم نیسی ولی کلا کتو خمبان شنو لاس روزی پندل اس روزی ملار بانده نیسی زمو مالو نر رسی دی پوخت زمان ایران سر زمو هیس مشکل نیسی او ترانزیتی ترانسپورتی او خصوصا در راکوار که پر داره که مشکل نیسی نو اس محل کول اکثر در فابرکو والا ایران پشتی من اخبرم چه موالیخان موالیخان اخبرم هر چی اخبرم در ایران جناب آقای صافی در قسمت تاجرها که کارهای مختلف را انجام میتن در افغانستان واردات از کشورهای مختلف دارن ایران، پاکستان، چین، ازبکستان، تاجیکستان و کشورهای مختلف دولت مداران همین کشورها مثلا پاکستان ایران که زیادتر حال شما وارداتتان از این کشورها هست با تاجرهای افغان آیا یک روی خوب میداشتن در قسمت ترانزیت موترهایشان یا اینکه مشکلات ایجاد میشد سر رای شما؟ با فکر ما که ما تقریبا با سنتر آسیا زیاد سفر داشتیم ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، این تا روسیه و خصوصا با پاکستان که همسایه مملکت ما هستن و خصوصا ایران که همسایه مملکت ما هستن مشکلات که داریم امرای صرف از نگاه تجارتی امرای پاکستان داریم و مشکلات ایجاد میکنیم مثال هزارها کانتینر یک دفعه در کراچی که یک دفعه نیست چندین مرتبه در حکومت و سابقان بسی ما میدم که به میلیون ها دلار یک تجار و در از اون توان میرسیدن توانی میکردن چی کار کردن جناب آقای صافی در زمان حکومت؟ چون مکلفیت داشتن؟ مکلفیت ما در اون وقت هم سفر داشتیم جب مثال کراچی سفر داشتیم با این موضوع خصوصا به اسلام آباد چندین مرتبه در وقت یا شبانی هم امرای در قصد شبانی سفر داشتیم و ولی متاسفانه وقتی که در مجالس میشتیم یک تعهد میکرد که ما باید امرای قوانین بین المللی امرای افغانستان امی ترانزیت بسیار باید آسانتر و بهتر باشه بله تجارت ما که با پاکستان یک مملکت تقریبا از افغانستان که در بالاتر تولیدی مملکت است مارکیت خودشان در داخل افغانستان داشتن زیادتر وارداتی از اون یا صادرات پاکستان با افغانستان بودن پس که ما می آمدیم باز مشکلات ایجاد می کرد دیگه مشکلات زیادتر می شد همین بودن که مردم از رای از یک یا دوی استفاده بکنن به طرف چابهار و که یا ایران مشکل داشتن و خصوصا بندر عباس از او مالای خود ترانزیت می کردن ولی متاسفانه با سطح بین ملی باز همین اینها زیر تاثیرات است وقتی که پیسه رو پول روان میکرد هیچ وقتی امی تیتی را اکسیت نمیکرد که تو از کدام پود استفاده میکنی این تقریبا یک مشکل بله ولی امرای ازبکستان کدام مشکل نبود که وقت زمان بود که بسیار را بند شده کراچی
با معذرت چین و ازبکستان به خاطر اشکان استفاده شده. بله. یعنی تقریبا اکثر مملکت های خود که افغانستان به دسترس یک مارکت بهتر از این بود که ما در بخش های تولید پیشرفت نبودیم، یک مارکت مصرف کننده بودیم. بله. به این خاطر یا کوشش میکنیم که از همون منافع خود وارد. ولی پاکستان کمی که از نظر سیاسی و بعضی مسائل نمیخواستن که افغانستان باید به پای خودش رشد کنه و بکنه یا امن باشه. بله بله. و به این خاطر بعضی تخنیکی مشکلات پابرجا است. مشکلات پابرجا است. بله، 3500 کانتینر بند بودن، با جناب عزیز سبراختان هم رشت ملاقات کردن. وزیر سبت تجارت. بله. نتیجه داد؟ سنت تجارت. بله. و رفتن هم رشت نشست کردن. کانتینر 3000 ملاقات کردن و 500 کانتینر هایی که او میخواستن که پس ری اکسپورت با پاکستان میشه این اجازه ندارن. ولی حال فعل هرم که ما شما بحث میکنیم برای دکتر خاما بسته کرده گفته که باید هر افغانی که در دور هستن یا کلینر هستن هر کس ای باید ویزه داشته باشه. ایجا ویزه با 500 و 700 و 1000 دلار هستن. همینطور اعتماد نمیکنه. اینی مشکلات است که ما باز را بند کرده. ایجا حکومت امارات اسلامی طالبان هم بهش گفته که وقتی تو از افغان ویزه میخوای تو هم باید دور و کلینر باشه. بله بله. امی مشکل تنها فعلا حل امرای پاکستان بل. از نگاه ترانزیتی امیدوار هستم حل شوه. جناب آقای صافی، در این 40 سال جنگی که در افغانستان بوده مشکلات را ما متقبل شدیم، متاسفانه کشورهای همسایه یک دید مثبت در قبال ما نداشته، درست؟ این را همگی میدانن. چطور میتونیم که ما به خودکفایی هم برسیم؟ چطور میتونیم فابریکای بزرگی داشته باشیم در قسمت استخراج معدن که معدنای مختلف بزرگ داریم در سطح افغانستان؟ معدن طلا در بدخشان، معدنای مس مثلا، معدن زغال سنگ، معدن لاجورد و زمرد در پنجشیر، در افغانستان خودش یک کشور معدن است. ما چطور میتونیم که همون کسایی که همون کشورهایی که یک دید منفی داره که نمیخواد که ما به پا استاد شویم، ما بین هم باید یک منسجم باشیم، درست جناب آقای صافی؟ و برنامه ما چی باشه؟ کوری به چی طرف شده افغانستان کل جغرافی ملکت اولا هستی چه الله جلاله الله همه و تاسته بید ملک که بید خلق تاید کنید. بله. که چی تا زد تاسته ویلشم که داغ کنجم که مکل که مونگ و تاسته نستیم که داغ زم کند که افتیل و پلیز اکی مونگ ده پر روزی. بله بله. چې په دې جنګ کې موږ راغلو شوې است او په دې کې موږ تجارت کړی خصوصا مې یو دوه شمېر کلو کې ګرځېدلی است او دېرش ولایت د افغانستان هم لیدلي دي ګرځېدلی است. دا اوس چې کومې برنامې روان دي، مخکې چې په وزارتونو کې کومې برنامې لرلې، په معدنو کې موږ تریلیونه تریلیونه ذخیرې لرو په افغانستان کې، د تیل، نفت، طلا، ګاز، در هر ولایت افغانستان. جغرافیا ما موقعیت چې ډېر اساس دی او ملک د اقتصاد لپاره د هغه د آسیا په زړه کې اوسي. بله. اوبه موږ ډېرې پراخه لرو چې زموږ د همسایګان د هغه نه استفاده کړي، په دې لپاره موږ پلان نه جوړ کړو. د زراعت برخه کې موږ وایو چې دا وارداتي ملک دی او د دې لپاره هېڅ پلان تر اوسه نه جوړ شوی. د انرژي په برخه کې موږ تاسو ګورو چې تر اوسه پورې په نړۍ کې اوس په دې باندې بحث کېږي چې د نن نه څنګه په هوا کې د دې لپاره سیستم جوړ کړي چې د هغه نه سولري خپل ملکونو ته دوی انرژي جوړه کړي. موږ اوبه لرو، باد لرو، هوا لرو، زغال لرو، تیل لرو، خو لا تر اوسه موږ په افغانستان کې په کابل کې اوسه چې یو کپیټل سیټي دی، یو مرکزي ولایت دی. په دې کې موږ او تاسو ګورو چې هر یو ساعت بعد باد ځي یو ورځ. صنعتکاران لپاره چې خاص امارات اسلامي امتیاز ورکړی، موږ 12 ساعته برق لرو او 12 ساعته د شپې دي او نیم پارک اسنه 12 ورځې. نو همدغه مسایل دي چې زموږ ټول حکومتونه چې راغلي او زموږ په ژوند کې دغه 40 کاله چې ډېر مهم حکومت چې نړیوال حکومتونه وکړه او غوښتل چې د افغانستان د دغې حالاتو نه ووځي، متاسفانه رهبریت په دې کې حکومتونو او د اقتصادي پلانونو ونه شو چې په 1903 کال کې شلم د دلو چې خپله چې په هغه وخت موږ د خپل اتحادیه جوړه کړه او د حامد کرزي سره ما په دې باندې ډېر زیات جدي بحث وکړو چې دغه ټول زموږ تجاران ناست وو په هغې کې. ما ته وختونه لرله چې راځئ دواړه لاسه په نړیوالو باندې کښېنږدو. یو لاس مخاطي په نړیوالو کښېږدو چې کومکونه راچلوي. بله. یو لاس په هغه زیربناو باندې چې الله جلاله ورکړي، په هغه استعدادونو باندې، په هغه سرمایې باندې
کچیرته ما وردم کو دا وخت نن مخکې ټول حکومتونه تشریف په افغانستان کې هر وخت کاغه د حکومتونو حکومت او پرچمانو حکومت او بلغنه ورسره د مجاهدینو حکومت او بلغنه ورسره طالبانو حکومت کله چې د نور ملکونو منافع په افغانستان کې ختم شي ورجنه شو سپورټ کولای تاسو په ماغه د خپل افغانستان سپورټ کړئ یا په خپل هم کې چې مې لازم چې اوس په بنیادی کارونو باندې کار ولې متاسفانه او ول نه حضرت نړیوال سرمایه‌گذاری راځي او خلک سرمایه‌گذاری راځي کار اساسی نکرد ولی از او امتیازات از او امکانات از او که دنیا میخواستن که افغانستان از این بحران برای بکت بایی بودن که چطور بتانیم که یک پروپوزال جور کنیم پیسی خارجی را فند جلب بکنیم در جیب خود بزنیم در جیب خود و در یک چیزی در مصرف بکنیم ما شما دیدیم در کنفرانس های که توکیو، برلین، امریکا در هر جای در هر سالی یک کنفرانس بخاطر جلب و جذب کمک‌ها میشد جور میشد متاسفانه بعضی جا مصرف نمیشد همی بودن که همی حالات تیر شده حالی و امنو در وقتی اخیر خراب شدن که مردم اولاد خدا گرفتن بیرون رفتن و خصوصا سرمایه خدا گرفتن بیرون رفتن افغانستان مانده ولی با فیل حال که حکومت اسلامی امارات ما اکثرا بحث بکنم لای بزرگا هر وقتی دقا پیغام ورته بکنم چکا چیر تا مونگا غوالو چی دقا امنیتی برخه که امن راشی او په اقتصادي برخه کې پیشرفت راشي نو موږ او تاسو باید په سرمایه گذاری باندې په صنعت کې فکر وکړو یوازې سرمایه گذاری په افغانستان کې ده چې موږ د دې ټول بحران نه ایستلی شو افغانستان سیاست او د نړۍ سیاست فرق لري تر څو زموږ مهم ده چې موږ هغه وخت د مقابل او مملکت سره سیاست کولای شو چې موږ اقتصادي رشد ولرو بدون شک حالا زه همسایه ملکم چې ما سره کومک کړه ما سره خیرات راکړه زما خلک غریب دي ما ته مکتب جوړ کړه نو هغه زموږ حیثیت خرابېږي موږ خپله هر څه لرو دنه باید استفاده عجیب باید استفاده خوب کنه نو همدا ده چې الحمدلله ټولو رهبری د امارت اسلامي په دې باندې فوکس کړي دوی موږ ورته دا خبر کړی که چېرته دوبۍ وګورو که چېرته جناب صافی صاحب با معذرت صحبتتان قطع میشه یک وقفه کوتاه داریم زود برمیگردیم عزیزان دل بازم خوش آمدید. شام یکی ویژه هست. من در خدمت شما خوبان قرار دارم. انترکانتیننتال یگانه هتل ملی و تاریخی در سطح کشور. جناب صافی صاحب بفرمایید. نو چې په یو ملک کې هلته امکانات هم اوسي بله او هغه برخه کې ما مخکې تشریح کړل چې په زراعت کې ډېره غټه سرمایه‌ګذاري ته ضرورت شته تقریباً 5000 کمپنۍ په معدنو کې ضرورت چې په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وشي وارداتی تقریبا زر کانتینر موږ د ورځې افغانستان ته داخلي یعنی ښه فرصت نشته امکانات نشته خو د دې لپاره یو سیستم جوړول پکار دی چې باید موږ څنګه کولی شو چې خپل ملک د وارداتو په مقابل کې تولید طرفته لاړ شو او صادرات طرفته لاړ شو بله دې کې هر وخت موږ د خپل مشرانو ته اسلامي امارت مشرانو ته رهبري ته دا بحث کوو چې که تاسو لاړ شئ دوبۍ وګورئ که تاسو لاړ شئ قطر وګورئ که تاسو لاړ شئ دا نور ملکونه چې کویت او دا نور خلیج ملکونه وګورئ نو اکثرو کې همدغه شیطانو د رهبری کړې د خپل ملک لپاره خو په دوه سرمایه باندې دوی ډېر فوکس کړی چې یو مادي سرمایه ده یو معنوي سرمایه ده معنوي سرمایه بااستعداده خلک یې هغه که خپل خلک یې دي یا د نړۍ نه یې راټول کړي او ورته ویلي چې د مثال موږ او تاسو د قطر وګورو چې په هغه ځای کې دوی ته وظیفه ورکړي چې تاسو اقتصادي پلانونه جوړ کړي او نورو ملي او بیرونی سرمایه ګذارانو ته چې راسو سرمایه ګذاري که چېرته موږ هم چې اوس الحمدلله امن دی په خپلو بااستعداده تعلیم یافته خلک قشر هغه بېرته افغانستان ته رادعوت کړو او هغې ته وظیفې ورکړو کار وکړي او خپل هغه سرمایه داران چې موږ په ټوله نړۍ کې افغان سرمایه ګذاري کړي که ته لاړ شي په سلهاوو کسان په روسیه کې میلیونران دي که ته دوبۍ ته لاړ شي په سلهاوو کسان میلیونران دي په 2022 کې په ترکیه کې څلورم نمبر د افغانستان سرمایه ګذاري و چې زموږ سرمایه ایران مقام اوله گرفته بالکل همدغه په ایران کې همدغه په پاکستان کې همدغه په اروپا کې په ټوله دنیا کې افغانان تجاران دي سرمایه‌داران د څنګه تشویق چې راش په افغانستان کې چې موږ د غزوان چې د کار په سي ګرځي در په در ګرځي او به زي خارج یا په ایران کې په نورو ملکونو کې په چاغه $100 یا $100 باندې هغه ته مسول بل یا هغه غزوان یا هغه افغان چې هغه د دولس کاله مکتب ویلې به هغه نه
لیسانس شوه ده به دکترا اخیسته ده به تر کوم ځای پورې د ملت پیسې په مصرف شوي هغه بیچاره په خارج کې د دې ټول استعداد په خارجي ملکونو آبادۍ کې استعمالېږي دا به یې راټول کړو همدغسې که سرمایه داران خپل راټول نو دا د زعمل د خاورو نه پورته کېږي او مخ کېږي نو همدا ده لکه اوس دا موضوع د عزیزي میرویس عزیزي چې عمله استاسو ولي په هرات کې اعلان وکړو چې 10 میلیارده ډالر به زه جناب آقای صافی در این مورد یک سوال از پیش شما خواهد کردیم چون شما هم تاجر ملی هستین. آقای عزیزی گفتن که 10 میلیارد دلار در افغانستان در بخش انرژی و در بخش آهن سقط آهن به مصرف میرسانیم چون شغل کاری بسیار برای جوانان فراهم میشه. یک پوستر که آقای صالح کرد که این بانک به این شیوه است یا کلاهبرداری میکنه و این میکنه آن میکنه، شما چی نظر داره در قبال همین صحبت های از آقای صالح و کسانی که این موارد را یاد میکنن؟ گوره فرحال حکومت خوشبینم لری او سرمایدارم لری مخالف مخالفینم لری ما هم ولیدن دیر پوستون هم آوریدن چه دیدی پزای باندی چه پا دیر حالاتی که چه زما اولاد آقا در کار پسی گرز زما اولاد در پا در سوال در دنیا نخیرات رازی افغانستان تا پا افغانستان که در کیلی او دا یو خبر اکی چیزی سر مگذاری کما بین دی خلاح تسو دا باز در افغانیت و در اسلامیت بار نداره بسو حکومت تغییر و تبدیل خوری نه نما مخی حامد کرزه و اغیب سرش افغانی را اغیب وش و بسو شیخ سبا حیبت الله خان سکول رحبر داده اومد ولی دا ملت ملت ده ملت تاجر کار خدا میکنه. مون باید به هر خلکو تا چه لس کسانو تا سل کسانو تا زر کسانو تا تو کار زمینه برابری او پدی وقت حالاتو که یا مسلمان او یا افغان لس میوه که لازمون دو پار دیر بهتره دا مون باید دغا رد نکو مون باید دغا سیده نور افغانان تا چه دوی ویلی دا پیسی شاید دیر و چه دا طور پیسی دی مون باید طول راوله خواب آنسان دیر خود نکشین پول تانه دی اقل اگه پول سیام هست بیارین صفت کنه نمیجه بله صحبت های از اونا را شما خود دیدین که از طریق فیسبوک خدا نشر کردن که با آقای خلیلزاد مرچم رفیق هست و میخواید که دریجه این کارا را بکنه این پول نداره و مکمل پول ازش شاید 500 میلیون دلار باشه و 10 میلیارد چطور میتونه همین موضوع را شما شنیدین جناب آقای صافی صاحب چی گفتنی دارین به مو دوستایی که بسیار سریع نقد میکنه اما به نظر شما چی زما نظر داده چې هیڅ وخت که څوک یو روپۍ راوړي که څوک یو میلیون راوړي افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي هغه خپل اسلامي او افغانیت وظیفه ادا کوي او د خلکو د مټ نه نیسي او د دې لپاره ضروري ده موږ تاسو ولیدل چې هر زموږ د تېر که رئیسانو که وزیرانو دوی خپلې پیسې ایستلې وي او په خارج کې که انتقال دادن بلکل چا کسی جا اوتره جور کلا کسی بلالمنزل جور ویلا خریدن و بله 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 اما شما پول سیاه رو برین در افغانستان سرمایه گذاری کنید همین که پول سیاه داره بل. شما سر از این نقد میکنین اما پول پاکتن به یک دست دیگه افغان رایی کنید برش بگو در افغانستان سرمایه گذاری بکنید تضمین هم میکنه بله وظیفه هر کس که با شما شش تیم امرای را بری تمام که همین خود صالح یا خود امی اشرف غنی امی هر کس که باشه اما پول برده باشه پس بیاره با فکر ما که طالب برش نمیگه که تو از کجا کردی به خاطر که عمومی موافقت است او تشویق میکنه که هر کس مخالف است بیاید سرمایه گذاری بکنه در چندین مجالس ما شستیم ما با می مخالفینی که هر کدام شما ما گرفتن امر رهبری وا میگه که بله از خدا تجارت جنگ ببانی تجارت معدن بکنید اینا ما شما دیدیم که در پنشیر که زیاتر روی به طرف مردم پنشیر میگردن نو اوجا به مردم تقریبا 420 جواز توزیع کرده با خود پنشیر مردم پنشیر خودش در وزارت معدن که امو خودشان استخراج میکنن برای خودشان استخراج میکنن پس برای اعلامی میاره خودشان کین برای ما گفت که 700 زمرد و زمرد که 700 دیگر کان چی شو سرزی سر میشه که نزدیک به مردم پنشیر تقریبا 700 جواز دیگر بمبارد بکنه که همه مردم همونجا کار بکنن همونجا زمرد غیر قانونی نه قانونی قانون استخراج کنه بفرو بفروش برس هم به مردم پنشیر سپورت و حمایت شو هم به دولت هم به دولت شو هم قانونی باش با. یا کار بسیار خوب است نو به خاطر خواهش ما نی است که بیار سرمایه تان بیار ما اکثر به امرای رهبری می سیاه و سفید از بیارین بله هر چی که هستن بیار با افغانستان دارن نخ نکنیم که کس در افغانستان سرمایه منفی گرا نباشیم بله سلامت باشین جناب
صافی صاحب معظم، اتحادیه صنعتکاران را کدام زمان ایجاد کردین؟ اتحادیه دو وقت صنعتکاران کلون یا انجمن صنایع افغانستان بود که علی اتحادیه شده. این فقط جمع کابل است یا سطح افغانستان؟ ما بر شما توضیحات میتیم در 1302 که وقت محمد کرزه بود در پاکه صنعتی بسیار بیبندوباری بود. در مو اوائلش دیگه؟ بله اوائل. در اون وقت رفتیم اولین جواز از وزارت عدلی انجمن صنایع افغانستان یا به نام صنعتکاران کلون ما گرفتیم. بله. فعالیت شروع کردیم به نام احمد راقب رئیس بودن و ما معاونشان بودیم. ما خودی ما در اون وقت در مزار شریف یک چند فابریکا بود، در هرات یک چند فابریکا بود که پارکای صنعتی ساخته نشده بود. بله. سر چکار می شدن؟ اسماعیل خان سر از کار میکرد، امیر سر اسماعیل خان. در کندار ما سفر داشتیم، در جلال آباد سفر داشتیم که این انجمن صنایع افغانستان است چطور بتانیم که با شکل یک پول مشکلات صنعت پولش بله بله جمع بکنیم با گوش مسئولین. بله. بعد از اون در 1382 ساخته شد. در 1383 ما انتخابات داشتیم که ریاستش و دوش ما که تمام صنعتکارا رای شدن، سری رای شدن و چند سال بعد از انتخابات شد؟ تقریبا 3 سال بعد. خب دو دوره 3 سال دو اول دوره یک سال بود. او رئیس بسیار مصروف بودن، خودش در قراردادات بسیار مصروف بودن، نام انجمن صنایع افغانستان کار میکرد، ولی متاسفانه در خارج داخل مصروف بودن و دوستا پس آمدن. ما بسیار خوردم بودیم، اقتصادی بحران هم داشتیم. شورای مرکزی شما را انتخاب کردن. پس کلی همی جمع شدن، مجمع جمع شدن، گفتن که باید ما کسی انتخاب کنیم که در داخل افغانستان باشه. بعض همو بودن که ما رئیس شدیم. بعض یک دوره دوجه تیر کردیم. بعد از او از دوره بسیار ملاقات هم رای کرزه داشتیم. در وقت اشرف غنی رئیسی وزیر مالیه بودن، هم رئیسی صحبت داشتیم. هم رای احادی صاحب رئیس بانک بودن، هم رئیسی صحبت داشتیم. با وزیر صاحب مصطفی کاظمی که هر وقت ما با هر وقتی گفتم که یک بهترین وزیر صنعت و تجارت بوده که ما با امرش میششتیم. کارشان اساسی بود. بله بسیار اساسی بود. از جاب وزیرها که تبال تغییر میشن پیش حکومت سابقه بسیار فرق داشتن، ولی هر وقتی می آمدن پارکای صنعتی هر وقت صحبت هم میکردن که سنه باید این مملکت صنعتی شود و مردم کار پیدا شود. و فعلا هم امرای وزده اسلامی هم مرد که محترم وزیر صنعت و تجارت نوردین عزیزی سه بس خوب تر اوقات داریم. کارشان خوب است؟ بسیار خوب است. اما اگر بسیج بکنه که این مشکل در 5 دقیقه جواب برد میده اوتومات وزیفه میده. دیروز یک مثال برد بگویم که تقریبا 3 روز پیش ناهی اجدار شروالی تقریبا 5 فابریکه را به خاطر عواید مسدود ساخته بود و ما مسیج کردیم او در چی بود که شورای وزیران بود اوتومات پس مسیج کرد نفرار رای کرد بررسی کرد پس همراه محترم معاون ریاست الوزراء وسیخ ملا برادر ملا صاحب برادر بله امره جو پروگرام جور کرد و شش تیم و اوتومات گفت حیات را ایکت که پروکر را برسی کو با امر شیخ صاحب امیر المومنین هیچ کس با فرمان ازو است که هیچ کس مارکیت سرای فابریکا هیچ وقت بسته کده نمیتن او هر چی که باشه مسائلش اگر بسیار جدی بودن بسیار مشکل بودن باید در کمیسیون بیای بعد از اون کمیسیون اقتصادی بله آقای ملا برادر بله بله نو همی بودن و آبان کده بود نفرش این که دروازه را ایلا کدن و امره از صحبت داشتن که این دستاورده های وزارت صنعت و تجارت وزیر هم میتونن بسیار بارامی ببینن بله بسیار هر وزیر هر رئیس اگر تو در زیان مسئول که امروز باش صبح میتونن امره از صحبت بکنن ولی بازم یک آب میزنیم ترک مار وقت میگیم ترک سابقه مار امیرم میخواستم جناب آقای صافی سوال کنم که فرق حکومت از بق آقای غنی، فرق حکومت که آقای کرزی بود و فرق حالی که امارت اسلامی است، کدامش واقعا مثمر برای تاجرا میاندیشه، برای تاجرا کار میکنه، برای تاجرا رسیدگی میکنه؟ گوش کنیم، وقتی که ما مکتوب رای میکنیم به وزارت تجارت بله وقت میخواستیم که مسائل هم رای میکنیم، اجندا هم رای میکنیم که برای ما وقت بکنیم و میفهمیدن که یا مصروف است یا در خارج هستن یا نمیتونستن که امو جوابدهی برای ما باشه. او تعطیل میکرد وقت تو صبر که امروز صبر کو سبا صبر کو دیگه سبا صبر کو علی میتینگ اسو جلسه است بعضم که میرفتیم و جمعشتیم که ما از پارکای صنعتی نمایندگی میکنیم صحبت یعنی مشکلات صنعتی رو میگفتیم بازو اقتصاد ژاپن و امریکا و لندن که ازو جامده بودن
ای ما برای ما بحث میکردن. هیچ وقت به نتیجه منظم نرسیدیم. یعنی سنه اولی امیتور ماندن. ولی فعلا الحمدلله اگر ما بگیم او ای به خاطر نمیگیم که ما یک افغان هستم و هر وقت همراه امی بزرگان میشیم با امارت اسلامی میشیم که ما یک افغان هستم یک سرمایه‌دار هستم. ولی ای به تفاوت داشته باشیم که فرق چی است. وزیر تجارت اگر ما یک مسیل گروپ رو داده دخل میگه که تو صبر بکن ما به سکرتر میگم بر تو جواب میده. سکرتر جواب میده که آجی صاحب امروز 2 بجه یا سبا 9 بجه دنی یک روز. نمی یک روز. برای ما وقت داده میشه. باز که مسئله بالاتر باشه و تو ما میگه که صحیح است. جنرال شما را گرفتیم ای است چی باره هستن. ما امره کمیسیون وقت تعیین میکنیم. میریم با کمیسیون اقتصادی میشیم. اما اونجا صحبت میشه فصله میشه. یعنی بهترین یعنی وقت است وقت سرمایه گذاری دوم پیش که بود یک دیگه هم کلمه برای شما بگم پیش که بود یک مسئولی وزارت مالیه می آمدن می گفتن که خب ما مالی را تحویل کردیم یا تمام شرکت ها می بودن تجارتی بود یا صنعتی می گنی تو تحویل کردی خدا کن اصلا تو تحویل کردی تحویل کردی برای ما چی می کنی بیا رک راست می گفت ولی فعلا که در پارکای صنعتی مسئول نگرد فساد نیست؟ بله ما برای شما بگویم که فقط میگه که با ملت این پیسه ملت است دیروز ما بحث داشتیم در وزارت مالیه گفتن که ما شما 4% مالیه میدادیم انتفاعی مالیه ما برای شما چرا 2% کردیم یکی است که شما باید کارگرهتان زیادتر بکنیم دومی است که پول با فساد میدادیم او در جیب شما باید ببرن خود 2% حقیقی را تعویل بکنیم 4-2 شد؟ 4-2 شد دو هم برای خودتان و اینا هم کدام تقاضایی ندارن بله او این میگه که نه چی بگو با خدا اکثر همه ما بر صحبت میکنم نان بخوری نه نمیخورم میگه ما نان در دفتر داریم ولی میگه تفاوت به خاطر که ما در جای عملی است دو تقریبا همین هر شرکت کتمان بود به میلیون ها چی بود جرمانه شده کتمان و از با وقت زمان مالی رو تحویل نکرده بود یکونیم سال پیش اعلان کردن با میلیارد ها افغانی میشدن میگن این حرام هستن تمام شرکت های تجارتی و صنعتی از اون معاف کردن حمایت شدن کوتا در مورد برق پارکای صنعتی مشکل انرژی برق دارین؟ مشکل انرژی برق ما سابقا هم داشتیم فعلا هم داریم رای حلش چی بود؟ نشده؟ رای حل ما دو پیشنهاد کردیم یکی پیشنهاد این است که فوکس با واردات شد که علی قرارداد هم رای ترکمنستان شده بله تقریبا 500 کیلو لند سرش شما دیدیم که قرارداد شدن هم رای کمپانی افغان انرس و سرش کار میکنه که او برق برسه به کابل سهر ولایت های کابل بله تقریبا 24 ساعت برق میگیره ولی دهی ما اتکانا میکنیم ما پیشنهاد کردیم در هر وقتی میگیم که وقتی ما میخیم که افغانستان صنعتی باشه هر ما کسی مشکلات داریم و تمام نو که بازارها جواز گرفته منتظر است که یک برق داشته باشیم فابریکی خود فعال بکنه که سویچ برق ما در تاجیکستان او ازبکستان او ترکمنستان و ایران باشه نمیتونیم که جا مکمل با بزرگ سرمایه سویچ پیش خود ما باید باشه ما باید سویچ در داخل داشته باشیم ما زغال داریم زغال معمی بالاترین صادرات ما به پاکستان است و پاکستان د انرژی برق مصرف میکنه پلانت های 1 مگاوات و 10 مگاوات و 20 مگاوات فابریکات سیمنت و دیگه جور کرده از تولید میکنن بیا یکی همیجا اگر چینی ها باشه سرمایه داخلی و خارجی یا سهامی شرکت بزرگ بسازی و ایجا ما باید 5000 مگاوات برق در ایجا تولید شو که همی موترهایی که زغال با پاکستان میبره سرقه ما را خراب میکنه بله بله نو یه خراب نشه ولی ما باید امی پخته برق برای زو صادر بکنیم ان شاء الله میگوار برق در داخل افغانستان استفاده بکنیم ان شاء الله با پاکستان امیدوار هستم که مشکلات اساسی ملت افغانستان و سرمایه‌داران ما حل شود یک وقفه کوتاه داریم به زود برمیگردیم دل بازم خوش آمده شام یکی ویژه است من در خدمت شما خوبان قرار دارم انترکانتیننتال یگانه هتل ملی و تاریخی در سطح کشور جناب صافی صاحب بازم خوش آمدید روابطتان دیگه با امارت اسلامی خوب است قسمی که گفتین با بخش های امنیتی اینا روابط خوب دارین در قسمت تدابیر امنیتی تان بالکل زدت که تاسو ته ویم چې په تیر حکومت کې څلور ګردان مانه په کور کې یو په فابریکه کې بل یو زمو وچان سره ګرځي یو به ماسته
بس الحمدلله هیچ گارد نداره. گارد نداره. نداره. بس آقای مرشد کردی او خلا گرز و امن دی امان دی الحمدلله. زیا و مثال بیت الله خبر هم نکیل یاده. ما پا کردن که خود بچان و اچه اون چاقه تعلیم بود. کلا چاقه زی و رازی و داغی مخی کلا شکوف والا ناستی او آقا گارد بولاری. و چون رچ ما فکر رو که مالده تعلیم نشکاله. دا باید لکش خارج سن. به هندستان کی با پل شخصی پای سو باندې په شاله پانتون کې یو زما زوی د دوه ورونو او هغه واچو ای دوه برخې لري یو دا چې په غزه کې باید دوی هغه فکر چې هغه یو بدماش په شکل باندې چاغه سره مرسره کسان د پانتون مخ ته ولاړ ورته ځل درازي او دا د دوی مغز باید عادي شي دویمه دا خبره وه چې په شخصي پیسو مې لیږلي چې په هغه وخت کې ډېر غریبانو چې د سکالرشپ نه پاتې کېدل معجزه زموږ وس کېږي او دا به خپل شرکت دپاره ووځو نو ضرورت نشته چې زه د معرف نه یا د نور نه د سکالرشپ واخلم او زه باید خپل په شخصي پیسو باندې دوی ورسم دا دوه هدف وو چې الحمدلله وسامل دی راځو پارکای صنعتي ته امن ته په تېر وخت کې ماښام مازدیګر به کور ته تللو ماښام به د دوست سره وادونو ته په ډېر مشکله تللو ننګرهار زموږ پلارنی وطن دی ننګرهار ته به په ډېر تکلیف باندې تللو بیا ولسوالۍ ته هېڅ وخت نه شو تللی مارکیټینګ په ټول افغانستان کې نو مرکزي ښارونو کې اوس الحمدلله که بدخشان دی او که هغه تر هراته پورې او که د نیمروز پورې او که تر کندهاره پورې او که د خوست او ګردیز او همدغه سره تاو شي کونړ او دا مرکزي کوڅه کې ښارونه تر دې ټولو پورې امن دی دا د الله پاک شکر دی دوی امن راوستی دی او خلک هم د بې امنۍ نه ستړي شوي وو او زه ډېر مشکلاتو سره مخ وم او تاسو لیدل چې ډېر اختطاف وو ډېر مسایل وو خو الحمدلله د امن په برخه کې په داخل د پارکای صنعتي کې د امنیتي ارګانونو په ټول افغانستان کې یو امن نشته است یک تعداد تجارا هست که دهها محافظ میگردن آلام زه فکر کوم پرون هم په دې باندې مو بحث وکړ یو یک رقم چی میگن عریف بازی هست همون یک موضوع زه تاسو ته وایم پرون هم په دې باندې مو بحث وکړ چا ویل چې کسان دې نشته ما ته ویل چې یو کمیسیون د ریاست الوزرا د معاون صاحب د دفتر نه راغلی او فابریکې مې لیدلې چا باندې کړ شوي وو چې ما تاته ویې رکړ ما چې اوس دا ځیم نه کړ چې موږ دوه کسان وګرځو اوس دا ځیم کړ چې موږ عادي خلکو باندې غوندې وګرځو بین مردم باشو ضرورت نشته چې موږ دوه کسه ګردان اوسو درې کسه ګردان اوسو الحمدلله امن دی احساس د نه لرو چې موږ بې امنه سو چې کله یو انسان په امن کې اوسي نو هغه په نورو برخو کې کار وکړي او ضرورت نشته چې موږ هغه خپل نمایشي کارونه وکړو چې دوه کسه درې کسه ګردان او داسې هم پسې وګرځو ولې کارتونه لرو اسلحه لرو هغه کسان چې هغه صرف چوکیدار دي هغه ته سلام دي قرار یې شو عادي خپل ژوند لرو الحمدلله د الله شکر تشکر برادر عزیز جناب صافی صاحب جوس هم بگیرین جوس کانتیننتال خوب با مزه هست جناب صافی صاحب ورزش میکنین؟ بالکل غیر ورزش خونه که ذکر زندگی صحت دا ضرورت او کله که فرانک کینو ته مجبوری چې د خپل صحت ساتلو په خاطر د دوا او د نور نه مهم دا چې ورزش سبا کې دوا او سپورت کو په داخل ځای کې ګرځو دا تقریبا 5000 او 6000 قدمه و هو سپورت لپاره خپل وخت کړو صافی صاحب با اتاقای داخلی اتاقای تجارت و اتاقای بین المللی رابطتون چطور است؟ تو اتاقونه دی تقریبا شپږ اوه اتاقونه دی اتاق بین المللی دی اتاق تجارت و سرمایه گذاری دی اتاق صنعت و معدن دی اتاق زراعت دی اتاق زنان دی اتاق نور دری و چه مثل ترانسپورت جوریږي د ساختمانی د دوا په دې برخه کې هم جوړیږي ټولو سره الحمدلله چې هر هغه افغان هیڅ وخت ما دا فکر نه دی کړی زه صنعتکار یم او دا تجار او دا زراعت یو هدف یو محبت د دوی سره زه لرم چې هر څوک د افغانستان لپاره کار کوي د هغې باید عزت وشي او د هغې باید قدر وشي ټولو سره ښې اړیکې لرم جناب صافی صاحب دست فقرا را میگیرین زما په اند په دې حالاتو کې چې اوس اسو نو په دوه برخو کې موږ کومه د خپل شخصي عوایدو یو دا ده چې تقریبا هر هغه افغان ګورو په کلي کې همسایه کې یا د فابریکې ته راځي یا دروازې ته راځي هغې سره خپل مناسب کومک کوو چې هغه د مواد اولیه کومکونه دي دویم زما هدف په ټولو کې دا دی زه هر چا ته دا خبره کوم چې زه به تاسو سره څومره کومک کوم درې زره څلور زره پنځه زره پنځه زره روپۍ به یو بوجي وشي او غوړي بشي او بوجي وریجي بشي ولې یو زوی دې راولېږه چې هغه ته زه د کار زمینه برابره کړم
بله. کار اساسی میکنه. چې یو غریب سره ته په جنې جدا غریب دی نو هغه د پاره د کار زمينه برابر شي هغه متواتر د 3000 لزر 2000 پر ماش ولري 15000 پر ماش ولري چې هغه هر مشت کوټه لا شو خپل هغه خپل اوایل باندې شو وخت نه چاته لاسي دا دریم برخه به زمونږ بلل چې هغه بازي څاګانی وبس کوم درسې جمعه کې کله وي چې په دې په ترتیب باندې برابر کړی چې هر مشت کې یو واسا چې هغه مکمل دغه سیستم جوړول دغه سولر لګول دغه لپاره په یو کلی کې چې هلته ضرورت وسی د اوبو عشر مشکلات لري هغه څه ورته وباسو او د الله رضا لپاره وباسو چې دا زموږ د درې واړو ورونو په باندې فوکس دی. یعنی مایه آخرت است. بالاخره ما و شما جناب صافی صاحب هر شخص این که از هر نقطه این کره خاکی باشه بالاخره بر زیر خاک میریم و خوشا به حال کسی که مخصوصا تاجرای ملی ما که دست فقرا را میگیرن، مساکین را میگیرن، بالاخره کمک برایشان میکنن، برای مساجد، برای مدارس، برای جاهای مختلف و هموطنان ما را، جوانان را که قسمی که جناب آقای صافی گفتن دستشان میگیرن، وظیفه برایشان تنظیم ترتیب میکنن، این بالاترین اجر است که الله متعال برای ما و شما نصیب میکنه. جناب صافی صاحب یک سوال در قسمت آقای کرزه اشرف غنی کدامش برای افغانستان خوب میاندیشید و برای تاجرا خوب کار کرد؟ بر شما معلوم بود. بالکل د کرزی یو مثال داشتم د کله چې یو مشتیر شولا او زه د فابریکې نه وتلم په لار کې دښتم چې هم سره مخ شما و ما سره بر خود بکنه آخر زمان که موجود باندې دازه بکنه چه پاگه و قانونی سه وزیر داخل او دا غیره د ستیری په اندر څو ورځې کې د سره زموږ ملاقات شو بیا ملاقاتونه زموږ د سره جوړ شو او روان شو ما غو مشکلات چې په هدا نه جوړه کړو انجمنه مو وکړه پر پدې دوه پنځو ځلې ما هم تر سره ملاقات وکړ او په اندر تر اوسه 52 بار 52 بار همه پیشنهاد کردیم که ما باید با زیربنا و استعداد خود و سرمایه خود به خاطر ساختن مملکت باید فکر بکنیم هر دو دوستا به شانه مردم نمانیم دنیا نمانی. گپ از اونا چی بود؟ گپ و گفتن که افغانستان جور میشه. هیچ گپی نیست ان شاء الله شما ببینید که نړیوال کمک میکنه. نړیوال ملی کمک ها میه و ده بخشای مختلف و اردو ساخته میشه، ای ساخته میشه، امن میه و پیشرفت میه و سنگاپور جور میشه. هر وقت ما برش میگفتیم که بله تا آخری وقتی که استعفا میکرد و انتقال قدرتش و دکتر سرگانی بود این پیشنهاد بود که با خدا کسام از اگر کس سرمایه‌گذاری بکنه تا حال امی سرمایه گذاری که داخل افغانستان کرده ای را تو تقویت نده بزرگ سرمایه داران همه چینایی آمد ده ها فابریکه را ساختن پس بریختن برق نیستن صدای کس نمیشنیده ترکا آمدن سرمایه گذاری کردن بعد در بخش تولید سرمایه گذاری کردن پس رفتن پاکستانی آمدن هندو آمدن پس رفتن بریختن دیدن که ایجا امی حمایتی که به خاطر رشد صنایع افغانستان و یکی هم موضوع مشکل امنیتی بله امنیتی بود دوم وقتی که دکتر اشرف غنی انتخابات شاهد است در کمپین هم بود و امی نادری صاحب فاروقی صاحب و ما بودیم چند نفر بودیم که در شهرنو دفتر بود بخاطر امی انتخابات یعنی با برنامه بودیم که در یک بار داشتیم که مفکر دوم هستم ولی سه ملاقات کردیم و وعدان کرده بود که ما در هر هفته دو ساعت باید به صنعتکارا بودیم که از این بخش که مشکلات داریم، بیکاری داریم، فقر داریم بله. سوال و خیرات خلاص شویم باید به پای خود رسیم سی افتا ما ملاقات داشتیم سی هم افتا باز هم مصروف شده و دور شده برنامه بسیار بهتر داشتم و بسیار نزدیک هم رایش میشیشتیم که از تا از تا دور شد برنامه شان عملی شد؟ ولی متاسفانه اما دربار یا پاریش مشاورینش و بهش میگوید که افغانستان در این حالت نیست اقتصاد است و اقتصاد محور است و رشد است و ترقی است و آبادی است ذهنشان را مخشوش میسان ذهنشان گرفته بود و هر وقت ما میگفتیم که از رست جمهوری تا پارکای سنتی تقریبا 8 کیلومتر هستن باید شما بیایید یک دفعه حالت یعنی ببینید پوست و گردیز و هرات و یارا بدن ولی متاسفانه سرمایه گذاری بسیار مردم آمدن که وقتی تنها جناب محترم مصطفی کاظمی استفاده کرد 9000 جواز در بخش سنت توزیع شده بود که آخری اعلان کرده
ولی متاسفانه ما نتانستیم که 8000 فابریکه را بسازیم. مشکلات زمین بود، مشکلات برق بود، مشکلات امنیت بود، مشکلات امنیت بود، مالی بود. همه مشکلات بود که نتانست که افغانستان به طرف صنعت بره. نو اینی مشکل بود. و دوم امنیت ما شما ببینید که جنگ زیادتر شدن چی شدن ولی او ما هر وقتی بحث میکنیم که حامد کرزی یک مثل یک ملک بود نی یک منظم رهبر بود ولی آخری فامیدن و نی یک ملکی میکردن هر کس خوش میکردن هر کسی که به وزارت میآورد میفهمید یا نمیفهمیدن ما دیدیم که یک وزیرش از نگاه قومی میآوردن دیگرش از حزبی میآوردن ما در یک وزارت تجارت که در وقتی سابقه که وزیر مهم بیران بود سه ماه چه کردن جرگه کردن که باید اردوش جور شد اینی بودن اینی یه مشکلات بودن که نتانستن که جور شد وقتی که امرای در حسن عبدالله عبدالله 50% حکومت جور کرد اولین هفته ملاقات بود ما برش پیشنهاد کردیم که جناب در حسن برش عبدالی در حکومت سابقه ما اینی مشکلات از نگاه قومیت از نگاه حزبی از نگاه سمتی داشتیم که باید مردم قدرت تقسیم بکنه قرضه تقسیم کرده بود ولی موین گپ وزیر قبول نمیکرد رئیس گپ موین قبول نمیکرد اینی مشکلات بود ولی باید هر کدامش میگفت استقلالیت باید داشته باشم علی 50-50% او تشریح کرد که ما در هر وزارت همو شخص اگر از حزب یا سمت چی میشه معرفی میشه شخص میاریم که او با ملت و حکومت و با مملکت او چی باشه وفادار باشه بله وفادار باشه ولی متاسفانه نتانست مشکلات زیادتر شد همینطور در سیستم های دیگر نتانستم که امور منظم رهبری بکنه دیکتاتور بودن ولی نتانستم یعنی کار اساسی نکردن کار اساسی برنامه داشتن ولی اگر کار اساسی میکردن در افغانستان پولم بسیار فریمان کمکان فریمان ولی متاسفانه نشد که مردم میخواستن ما میخواستیم که صنعت از چی حالت باید کجا باید برسه اما با او شیوه ما و شما نرسیدیم نرسید. فقط کل گپ روی امو صحبت و روی امو کاغذ باقی ماند اما ما برای شما بگیم مثال آلی امرای امارت اسلامی ما میشنیم بر رهبرشون یک فیصله میشن در سیستم مالیه در سیستم صادرات در سیستم واردات بله یا تعرفه بلند میشن یا کدام چی میان تقریبا با فکر ما امروز به سلام میکنم سبب دو روز در تمام سرحدات در تمام افغانستان تطبیق میشن ولی ما فیصله میکنیم در وقت حکومت سابقه این اشرف غنی در حساب اشرف غنی زنده است و حمید کرزی زنده است فیصله میشد با دو ماه با سه ماه از ریاست دفتر ازو بیرون نمیبرم باز که میرم با گمرکات و با ادارات که اوجا باید او تطبیق شد ولی متاسفانه باز هم مشکلات هدف حتما پول بوده دیگه باید پرداخت میکردیم در هر دفتر که میرفتیم ما بر شما پیشم کمی توضیحات دادم که گفت برای ما چیه یک روزا میگرفتیم اکثر بدون شک امیدوار هستم امارت اسلامی در قبال تاجران ما کارهایی که اساسی بنیادی را کردن باز هم کارهای خوبی را ترتیب بدن جناب آقای صافی روابطتان با تاجرای کشورهای همسایه تا چی سطح است ایران ازبکستان پاکستان چین و اینا عموم دولبندی چه اتفاقی در منظم کار کنید بلبلش نمایشگاه که شرکت کرد اهوی رازی به افغانستان که تصویر چطور ان قریب هم نمایشگاه افغانستان ایران است بالکل او تعلقات دیر خیلی تجاران و تعلقات خیلی ولی بعض سیاست مداران که حکومتونی که چه مشکلات دارن بله نور دو تجاران در افغانستان یعنی دو تجارت تنگانا دوار سر نقفت دیگه دوار سر باید علی کی ولنی چه پا یو بل سر دو یو بل دو امکانات و نکار وخری یا دو دوار مکرو پا اقتصادی برخی که کار وشی مثلا دقا تجارت اتس و یاتون بیدن در ایران سر ولی وستا سو گوری یو نیم میلیارد تجیب شد نور هم چی جناب عزیزی سب وزیر در سنت تجارت تلیو بلا برادر تلیو چا بحار و بعض مسیر دوی سر پاک کرداتون او کرد بله تفاهم نامی ور سر مکلی واخان بندر بانی کار کی دید بله یعنی دقا طول مسائل دی چی خود یو حالات زکا گاتی طولی سر دام سایگان سر دوی سر شریکی دی کلا چی گاتی شریکی یو بلد امتیاز ور کی یو بلد امکانات برابر کی دوار ملکونو پا گاتی تمانی سلامت باشین جناب صافی صاحب آخرین سوال امارت اسلامی را چند نمره میتین؟ امارت اسلامی را من حیث یک تاجر ملی دو برخه دی؟ بله حقیقت دو امنیتی برخه که سل ملی
مکمل جتا هر ولایت لاش الحمدلله حاصل بود و با سکتوری وزارتونو که به هر وقت زده رفت چه مون باید نن پا افغانستان ده که تجار را شکادی نفر شهر زد رزی او امنیتی ارگانون پول امنیت نیوله و سکتوری وزارتونو باید شپاو رس کار که که چه تا مونگا اقتصادی بحران ازان و باسو اینو امنیت او سکتوری وزارتون دا باید لکه دا باید سکت دور تیرون منظم کارو که چه حرکاتو کن بعضی مشکلات شده تخلیقی مشکلات شده چه باقی بانی مو باس که برنامه دا چه دیو مجاهد دنی ولی تر شخص با امیر و نونین پوری دوی غالی چه افغانستان سنتی شد خوب منز که ستونز شده دوی دو وزارتون پو منز که یو بعضی برنامه دی چه سنتکار چون برا حمایش کم امکانات ورطا ورکشی خالی با خارجی سرمایه دار چنگ تشو بله بله مثال دیو سرمایه بزار دار پا افغانستان که ایزا ورطا ورکشی چه درش این شرطی تشوی حمایه مسئولیت بله دیگه مون تروس پا پوری پالیسی منظم نده جوره شوی چه خارجی و داخلی سرمایه بزار مکمل آقا گوری چه زب ما دار پر کم تشویکی با برنامه دی چیزا افغانستان که سرمایه بزاری کم کمی حمایه ویدی زد خارجی تولیدات نه په داخل کې کمی امنیتی بله چیز مسئول اوسم دی باندې که کار وشي نو دوی ته بسم نمره ورکړه نمره کمی بخشای امنیتی را 100% نمره داده سلامت باشین جناب صافی صاحب یک دنیا سپاس دعوت ما را پذیرفتین برنامه شام یکی ویژه این هفته به پایان میرسه تا برنامه های آینده تلویزیون جهانی یک را بیننده باشید برنامه های متنوع را شما بیننده باشید از انترکانتیننتال یگانه هتل ملی و تاریخی از هیئت رهبریشان قلبا سپاسگزاری میکنیم که زمینه را برای ما مساعد ساختند تا برنامه بعدی بدرود.